بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز، شما رو به جلسه هفته دوم مضمون مدیریت مالی خوش آمدید میگم. خدا کنه که از بحث‌های گذشته اون برداشت از امیر داشته بوده باشین. یک بحثی را که ما شما باید یادآور شوم، در جلسه قبلی در فیصدی عمودی ها ما شما فیصدی ها را به دست آوردیم که 2% یکی در مورد پول نقد و دیگهش در مورد در واقع قروض شرکت تا دو سال 2004 و 2005 به دست آمد، که در قسمت فیصدی اولش من میخوایم یک مرور داشته باشم، چون اونجا بس تا اندازه اگر گنگ باشه واضح تر شده، و اگر بس از نظر آمار ارقام یا اعداد ارقام اشتباهاتی داشته، شما با داشتن کتابتان میتونین که به اصلاح ازو بپردازین. که سال 2004 مجموع دارایی ما گفتیم 1,488,000 دلار و پول مجموعی پول نقد ما در این سال مساوی میشه به 18,000 دلار، که شما فیصدی های شما گفتیم که بعد است میاریم 1,488,100% اگه مطرح باشه 18,000 دلار هکس میشه. حالا با فیصدی پیدا کردن شما مشکل ندارین، مساوی میشه ایکس ما اوتومات ضرب میکنیم 18000 ضرب 100 تقسیم 1,488,000، که عددی که حاصل میشه برای ما شما 1.21% است. اما اگه سال 2005 مد نظر بگیریم، در سال 2005 مجموع دارایی ما شما مساوی میشه به 1,800,000 دلار و مجموع پول نقد ما در این سال برابر میشه به 22,000 دلار. آره، اگر باز 1,800,000 100% مطرح بسازیم، 22,000 دلار ما هکس میشه. برای به دست آوردن هکس ما شما اوتومات 22,000 ضرب 100 میکنیم تقسیم 1,800,000 دلار میکنیم. عددی که به دست میاد یا حاصلی که به دست میاد 1.22% میباشه. 1.22% میباشه. که آمار ارقامی که در مورد پول نقد شرکت تا دو سال 2004 و 2005 به دست میاد در واقع 1.21 و 1.22% است. یعنی با استفاده از این فیصدی ها ما شما میتونیم کمو تحلیل خود انجام بدیم. در جلسه قبلی ما شما 1% دیگر به اساس مو اعدادی که داشتیم به دست آورده بودیم، شما میتونین اصلاح شده شه داشته باشین که 1.21% برای سال 2004 است و 1.22% برای سال 2005. مفهوم از 1.21% است که در سال 2004 در 100 دلار 1.21 دلار ما شما پول نقد بوده، اما در سال 2005 در 100 دلار 1.22 دلار. فقط 1 تفاوت کرده از 21 به 22. او تفاوت کلان یا اندازه کلان فاصله را که ما شما به دست آورده بودیم به او اندازه نیست. شما میتونین به کتابتان مراجعه کنین و این بحث ببینین و تحلیلش داشته باشین، چون مجموع دارایی شرکت زیاد شده و به او اساس قبلی محاسبه نمیشه، به می خاطر فیصدی که تغییر آمده به می اندازه است. یعنی فقط 1.1 از 1.21% به 1.22% در سال 2005 افزایش پیدا کرده. خدا کنه که شما انشاءالله این بحث تصحیح کرده باشین و به امرایتان داشته بوده باشین. برای ادامه بحث خود ما شما صورت حساب مصارف یا صورت حساب عواید رویش تمرکز میکنیم و معلومات را در ارتباط به صورت حساب عواید و تجزیه و تحلیل عمودی را در صورت حساب عواید در واقع کار میکنیم، که کدام موارد ما شما میتونیم در صورت حساب عواید مد نظر بگیریم و تجزیه و تحلیل رویش انجام بدیم و نتیجه دلخواه به دست بیاریم. خدا کنه که بحث شما گرفته باشین. اعداد ارقامی را که ما شما در صورت حساب عواید خود داریم عیناً به شکل فیصدی میتونیم مانند فیصدی های عمودی را که برای صورت حساب بیلانس شیت یا ورقه بیلانس کار کردیم برای از اونام کار کنیم.
اگه خواسته باشه مصارفه امتی به فروش رسیده را برای سال 2004. تا سال 2004 هم تی مصارف به فروش رسیده را مصارف هم تی به فروش رسیده را با فروشات کل مقایسه می کنیم که مجموع فروشات ما چقدر بوده و مصارفی که برای از این فروشات انجام گرفته در چی حد بوده. که اگر ما شما فروشات خالص خود داشته باشیم برای این سال، فروشات خالص ما در سال 2004 2,250,000 دلار بوده. 2,250,000 دلار. اما امتی مصارف امتیه مصارف امتیش از امی اجناس به فروش رسیده مصارف امتیش 1,743,000 دلار بده. 1,743,000 دلار. یعنی فروشات خالص ما 2,250,000 اما مصارف امتی از 1,743,000. یعنی برای به دست آوردن فروشات 2,250,000 1,743,000 ما شما مصارف انجام دادیم. مال فیصدی اینمی 1,743,000 را در کل فروشات میخواییم ما شما به دست بیاریم که امانند قبل فیصدی را به مو ترتیب کار میکنیم. 2,250,000 را 100% مد نظر میگیریم. 1,743,000 ما هکس. برای به دست آوردن هکس دیگه نیاز نیست که ما شما اون مراحل انجام بدیم. شما انشالله بس فرا گرفتین. 1,743,000 ضرب 100 تقسیم 2,250,000. وقتی که 1,743,000 ضرب 100 میکنیم تقسیم 2,250,000 میکنیم، فیصدی رو در اختیار ما شما قرار میده که 77.46% است. یعنی در سال 2004 77.46% فیصدی مصارف امتی به فروش رسیده است. یعنی برای فروش کالا 77.76% کل مجموع فروشات ما شما مصرف انجام داده بودیم که یک کالا را چی کنیم در واقع آماده فروش بسازیم و به فروش برسانیم. اما اگر می موضوع را برای سال 2005 مد نظر بگیریم، مصارف امتی به فروش رسیده را 2005 فروشات خالصی را که ما شما در سال 2005 داشتیم 2,500,000 دلار فروشات خالص ما در سال 2005 بوده و 1,900,000 مصارف امتیش بوده. حالا اگه 2,500,000 100% وضع کنیم و 1,900,000 بخواییم فیصدیش به دست بیاریم، اکس ما مساوی میشه به 1,900,000 ضرب 100 تقسیم 2,500,000. فیصدی که به دست میاد 76% است. فیصدی مصارف امتر تا دو سال ما شما به دست آوردیم تا دو سال متفاوت. برای سال 2004 به دست آمد که 77.46% است، اما در سال 2005 به دست آمد که 76% است. به این معنا که در سال 2004 از هر 100 دلاری که ما شما فروش کردیم 77.46 دلارش مصرف میشه و فقط برای ما شما به گونه عواید خالص که میمانه یا غیر خالص با وجود میمانه مو چیزی کمتر از 20 چند دلار است، 23 دلار. اما در سال 2005 فقط 76 دلار مصرف میکنیم و 24 دلار دیگه برای ما شما میمانه که خودش فیصدی نشان میده که وضعیت مفاد ما شما یا وضعیت سوداوری ما شما در سال 2005 نسبت به سال 2004 بهتر شده و وضعیت مطلوب ما شما داریم که با مقایسه به این بس ما شما این نتیجه را گرفته میتونیم که عمل کرده ما در سال 2005 از سال 2004 کرده در بخش فروشات بهتر بوده. شما میتونین بس داشته باشین.
مثال دیگری که در ارتباط می خواهیم داشته باشیم عواید عملیاتی ره. ما شما تا دو سال می بینیم که عواید عملیاتی به تناسب فروشات خالص ما در سال 2004 و در سال 2005 چقدر بوده. یعنی وقتی که ما شما فروشات خالص در دو سال مقایسه کنیم و عواید عملیاتی را باش به مقایسه بگیریم، در واقعیت امو اندازه مفاد خود حال بهترتر می تانیم که مشخص بسازیم. سال 2004 عواید عملیاتی، اگر فروشات خالص ما در سال 2004 2,250,000 دلار بوده و عواید عملیاتی ما در این سال بوده 155,000 دلار. فروشات خالص ما 2,250,000 دلار و عواید عملیاتی ما 155,000 دلار. آل فیصدی زیر به دست میاریم، وقتی که 2,250,000 100% وضع کنیم 1,155,000 ما اکس میشه که چند فیصد به دست میاد. برای به دست آوردن اکس 155,000 ضرب 100 میکنیم، ضرب 100 تقسیم 2,250,000. وقتی که ما شما جمع ضرب روی از این موارد انجام بدین میتونین که نتیجهش داشته باشین که 6.8% است. اما بر سال 2005 اگه ما در نظر بگیریم عواید عملیاتی رو در سال 2005، فروشات خالص ما شما در سال 2005 2,500,000 دلار بود، اما عواید عملیاتی ما در سال 2005 هست 210,000 دلار. حالا برای به دست آوردن از این 2,500,000 100% میگیریم و 210,000 هکس. برای مشخص کردن اکس اکس مساوی میشه 210,000 ضرب 100 میکنیم تقسیم 2,500,000 مساوی میشه. وقتی که 210,000 ضرب 100 تقسیم 2,500,000 شود 8.4% به دست میه که با استفاده از تحلیل از این دو عدد ارقام، مثلا عواید عملیاتی ما در سال 2004 6.8% بوده، اما در سال 2005 عواید عملیاتی ما به 8.4% افزایش پیدا کرده که خود از این نماینگر امو وضعیت سوداوری یا وضعیت نافیت خوب کمپانی ماست که نسبت به سال 2004 که 6.8% بوده در سال 2005 8.4% وضعیت مطلوب یا وضعیت خوب ما شما را نشان میده که در واقع ما شما دانستیم نتایج بهتری را نسبت به سال 2004 در سال 2005 از نظر مفاد یا نافیت داشتیم که به این ترتیب ما شما تقریبا هم فیصدی های بیلانس و رقی بیلانس را دست آوردیم و هم فیصدی های صورت حساب عواید و هر دویش در واقع به شکل دو سال در یک بس براتان به دست آوردیم و مقایسه کردیم، هم با دریافت فیصدی شما آشنا شدین و هم با تحلیلش که تحلیل عمودی یا تجزیه و تحلیل عمودی چی گونه انجام میشه. نمونه تجزیه و تحلیل عمودی این موارد بود که ما شما داشتیم و خدا کنه که مورد توجه و یادگیری شما قرار گرفته باشه. تا جلسه بعد خداوند یار و مددگارتان.